بك رمضان، نرقى بك رمضان، عدت لنا رمضان. چل حدیث نبوی در فضیلت رمضان. به نام خداوند بخشنده و مهربان. ابو امامه خداوند از او راضی باد می گوید که از پیامبر صلی الله علیه و سلم شنیدم که در حجت الوداع در خطبه گفت: از خداوندی که پروردگارتان است بترسید، پنج وقت نمازتان را بگذارید، ماهتان را یعنی رمضان را روزه دارید، زکات مالهایتان را ادا نمایید، سرورانتان را اطاعت نمایید، داخل بهشت پروردگارتان می شوید. پیامبر صلی الله علیه و سلم در خطبه حجت الوداع صحابگان را امر و وصیت های زیاد نمود، مردم را به تقوا و پرهیزگاری و ادا نمودن ارکان اسلام امر نمود. از جمله آنها روزه داشتن ماه رمضان را ذکر نمود. همچنین برای وحدت و همبستگی مسلمانان امر فرمود که سروران را اطاعت نمایند. البته اطاعت آنها در صورت شرط است که امر به معصیت خداوند نباشد، زیرا در این صورت یعنی در مقابل معصیت خالق اطاعت مخلوق جایز نیست. سپس نهایت پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود که در صورت انجام این ارکان اسلام و این دستورها با فضل و رحمت پروردگار داخل بهشت می شوند.